سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امروز قصد دارم که اگزوز برزو رو باز کنم و کاتالیزورش رو تخلیه کنم، نه چرخی دوزم. اسم میکنم یه مقداری دیگه از اون حدی که باید میبوده بیشتر پر شده و گلوی موتور گرفته، نفسش گرفته. کاتالیزورش یه قسمتی هست، حالا توی اگزوز بهتون نشون میدم. حالا نمیدونم بقیه چطوری تخلیه میکنن حالا رو کار، ولی من ترجیح دادم که اون قسمت رو کلا بازش کنم و برش بزنم، کاتالیزور رو تخلیه کنم و جوشش بدم دوباره. اصلا نمیدونم چه قراره پیش بیاد، هیچ وقت حالا نه ویدیویی راجبش دیدم، نمیدونم چه جوریه. خب تست کنیم دیگه، حالا ویدیوش هم میگیرم با هم پیش میریم، به اشتراک هم میذارم اگر که مفید بود که شما هم استفاده کنید. لایک کنید، سابسکرایب کنید کانالمو و برای دوستانتون هم که فکر میکنید به درشون میخوره ارسال کنید. توی اگزوز TRK که از اینجا شروع میشه، اینجا این قسمت، اینجا کاتالیزور اینجاست، اونم که انبار اگزوز. حالا من میخوام این قسمت رو کلا بازش کنم، اینجا رو برش بدم، کاتالیزور رو از اینجا ببینم چجوری میشه کشیدش بیرون و دوباره اینجا رو جوش بدم. تا جایی که میشه میخوام از محل خود جوش اینجا برش بدم که دوباره همینجا رو جوش بدم که خیلی خرابکاری نباشه و تقریبا فابریک در بیاد. حالا چیزایی که هست اینه که باید اون بالا بذار اینجوری نشون، اینجا این اگزوز اینجا دو تا پیشتر باز کنم، یه سنسور اینجاست باید باز کنم، بعد میاد اینجا این انبار اگزوز با دو تا پیچ کی و یکی اونور بازه و میرسه به این قسمت اگزوز که کلا از اینجا جداست، که اینم باز میکنم. من فقط با این قسمت مشکی رنگ کار دارم. بستمش به گیره. خب میخوام که اینجا رو برش بدم، یعنی از بغل جوشی که داره، منتها کامل نمیبرمش که ببین، کامل نمیبرمش که تنظیمش نریزه به هم. حالا بعد بخوام بچرخونم دقیق ببینم کجای موتور بود، حدودا 2-3 سانتش میذارم باشه و از اینجا شروع میکنم برش. بعد سعی میکنم تاش کنم که کاتالیزور خالی کنم، بعد بیارم سر جاش و دوباره این خط جوش بدم. خیلی پلیسه میده، خطرناک. فلز آسیب دیده، درستش کنم بعد ادامهش.
خب سیم فرز رو موقتا درستش کردم تا کارم راه بیفته، حالا بعد دارمش اصولی لحیم کاریش میکنم. فعلا کارم رو راه بنداز. مشخصه یا نه، این قسمت رو یک دو سانتش رو نبریدم. اگه بتونم این از همجا تا کنم که کاتالیزور رو تخلیه کنم بعد بیرم سرجه همین رو جوش بدم، خب خیلی اوکی میشه. اما محض احتیاط یه وقتم شکست، یه دو تا دونه خط آکس میکشم که احیانا اگر این جدا شد ما نخواهیم خیلی مصیبت بکشیم. چی میشه؟ پسر خوب آروم آروم نشیف بیار 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 باری کلا. خب خوشبختانه اوکش و دقیقا هم رسیم به کاتالیزور، خدا رو شکر اشتباه نکردیم. مثلا خوب بود اینجا رو میبارید ببینیم کاتالیزورش اینجا نیست مثلا. خیلی یه وقت مصیبت همینجور که میبینیم پیدا نیست، اون تو تاریک کاتالیزور این توه، حالا چون اون نور زیاده پیدا نیست اینجوری نشون. این توره رو میبینی اینجا، این کاتالیزور. حالا بکشمش بیرون، امیدوارم که مثل بچه آدم بیاد بیرون. با چی بکشمش بیرون؟ اول یک کمی این ها پلیسه های برشه بکشنیم از اینجا، بذار اینجا رو تمیز کنیم بکنم خیلی شیک بیاد بیرون. منتها یه ذره پیسه داریم، چی جوری اینجا رو تمیز کنیم؟ صفتر از این حرف باست. خیلی فیت تر از این حرف هاست و ما مجبوریم خوردش کنیم درش بیاریم. کاتالیزورم داخلش تخلیه کردم، حالا فقط یه بحثی که هست اینه که این پوسته کاتالیزور که اول تلاش کردم کلاً یه تیکه بکشمش بیرون، خب دور تا دورش خراب شد و مجبور شدم آخرش هم اینجوری کاتالیزور رو درآوردم، یعنی خوردش کردم دور تا دورش رو و کشیدمش بیرون این شکلی شد. حالا باید ببینم که این پوسترم بکشمش بیرون یا اینکه لبه هاشو صاف کنم و جوشش بدم، حالا ببینم چیکار میشه کرد. ولی در کل کار پر زحمتی بود، کلی مته زدم دور تا دورش، هی مته زدم مته زدم، هی خورد شد
تا دورش خالی شد و تونستم تیکه وسطش هم اینجوری بکشمش بیرون. قسمتم دوباره برگردوندم سر جا و جوشش دادیم. اون محفظه کاتالیزوری که داخل بود بهتون نشون دادم اون به هیچ عنوان در نمی آمد و اشتباه هم هم بود که دورش رو له کردم. اگر خواستی این کار بکنی اصلا به اون دورش کار نداشت باشین، همون توری تو رو خورد کنین بکشین بیرون. من اون حالا به یک حدودی برگردوندم سر جا و اینو گذاشتم و جوشش دادم و سنگش گرفتم و حالا بریم نصفش کنیم.